خوش اومدیم به 2018 و چرا که نزان نزدی یه هفته دیر کردیم، ولی اینجا توپ 10 بهترین بازی از 2017. بریم. شماره 10 پروژه کارز 2. واو، چند وقت پیش پروژه کارز 1 واسه پلیشن 4 اومد بیرون و کل دنیا رو یه زلزله انجام داد از بابت بازی، مثلا مسابقه ای که تا حالا این فیزیکی که پروژه کارز داره تا حالا نداشتن توی بازی دیگه، یا این انتخابی که میتونی انجام بدی در این بازی که شما شاید میدونی که میتونه آدم انتخاب کنه روز راندی کنه، شب راندی کنه، دیر وقت راندی کنه، صبح راندی کنه، مثلا هر وقتی تازه میخواد آفتاب بره پایین راندی کنه، و این چیزو تو خیلی بازی ها ندارن. مثلا بله تو گراند توریسمو سپورت، تو گراند توریسمو 6، تو گراند توریسمو 5 دارن، ولی نه به این مرحله به پروژه کارز نمیرسه. الان که پروژه کارز 2 هم امسال 2017 اومد بیرون، اینایی که پروژه کارز درست کردن گفتن این بهترین بازی مسابقه است در دنیا. یکیشون هم رفتش با یه اینترویو با گیم‌اسپات با IGN بودش، گفتش که این بهتر از گراند توریسمو و گراند توریسمو باید بره به درک و از این چیزا، که منو خیلی عصبانی کردش. گفتم این بازو بخرم نخرم، بخرم نخرم، ولی آخر خریدمش و نمیخوام بگم پروژه کارز 2 یکی از بهترین بازی مسابقه است، واسه اینکه نیستش. بله در سلایت هامر مد، سلایت مد ستودیوز خیلی چیزا انجام دادن که بقیه بازی های مثلا فورزا و گراند توریسمو ندارن در بازی هاشون، مثل این فیزیکی که دارن، یا مثل این بتا آدم کلن هوا رو انتخاب کنه، بارونی باشه، تاریک باشه، روز باشه، جوری باشه، برفی باشه تازه. و ولی همزمانم در سلایت مد ستودیوز خیلی چیزا هم کارا کردن که از نظر من زیادی تو این بازی توی بلوری گذاشتن، تو مثلا این فیزیکی که دارن خوب هستش، ولی همزمانم متاسفانه بعض وقتا گلیچ میکنن، یا هر وقت میخوای بری در پیت استاپ بری بیرون، مثلا گاراژ میخوای بری بیرون و این آقا میگه گو گو گو، بعدم کلا میره تو دیوار بجاش، یعنی این AIش میره تو دیوار و کلا خراب میکنه. یا یه مسابقه شاید AIت خیلی راحته بتونی مثلا سرقت بگیری و راندی کنی و بری، و در یه مسابقه دیگه کلا سخت باشه، ولی همون مال سختیشو همون درصد گذاشتی، ولی به هر حال هنوز میگم خودش اتوماتیکی میاره بالا پایین، که از نظر من میتونم بگم هم بده هم خوبه، واسه اینکه یه چالنجی میدی بهت، ولی همزمان از بابت این AIش که بعض وقت خراب میکنه این بده، مثلا از بابت پیت استاپ. یه چیزی که پروژه کارز داره همونم که در بازی دیگه ندارن، همونم از بابت فیزیکیه، از بابت بارونش. هر وقتی توی چاله میری، تو چاله با پر از آب میری، کلن احساس میکنی در زیر لاستیکات و کلن مثلا دستگیرت میلرزه و این احساس میکنی که واو راسته که رفتم توی چاله، نه مثل بازی دیگه کلن به چاله آب بیاد بالا بدن. واسه اینکه من یه تاله بازی کردم در پلیشن 2 و پلیشن 3 که این هفته بود آدم تو آب چاله اینطور آب و آدم هیچ احساس نکرد، هیچ بود همین چنین میتونه یه بازی داشته باشن که یکی می ریالیستیس، یکی می راستکی تر باشه، یکی می راستکی باشه از لازه که برن تو چاله. لیست جادش یکی می شوکه شدم امسال اینه که لیست جادش هم بیشتره، همه بیشتر از گراند توریسمو سپورته که همه امسال هم اومد بیرون، و متاسفانه گراند توریسمو سپورت هم خیلی دیر کردش از نظر من، و فکر کنم اینم بودش که خواستن با پروژه کارز 2 و با فورزا 7 مسابقه بدن متاسفانه. و از نظر من پروژه کارز 2 با بازی دیگه خیلی فرق میکنه، و
ولی همزمانم بهترین بازی نیستش اگر به مسابقه میاد. و بله پروژه کورس دو بیشتر به کمیونیتی مثلا مسابقه هستش، مثلا میتونه آدم برای آنلاین مسابقه بده مثل گراند توریسمو اسپورت و فورزا فکر کنم. و واسه اینکه میگه فورزا، واسه اینکه این فورزا رو باز نکردم و ندارمش، ولی میدونم پروژه کورس دو رو دارم و گراند توریسمو رو، گراند توریسمو اسپورت رو ندارم، ولی به هر حال گراند توریسمو داشتم و یکی میشناسم که این فیفولون این شرکت گراند توریسمو، اونایی که گراند توریسمو درست کردن چیه باز درست میکنن و سیستمش چیه. و الان از چند ساله که گراند توریسمو هم در ای اسپورت هم بوده که شما میدونین هر سال یه مسابقه دارن انجام میدن، یه تورنمنت یا چمپیونشیپ که بعدا بتونن برن راننده راستکی بشن. ولی همزمانم پروژه کارز دو هم داره اونو میگیره. ولی همین پروژه کارز دو نه بهترین بازیه نه بدترین بازی، ولی اگه میخواییم بازی مسابقه خوبی داشته باشین بینو بخرین. شماره 9 Uncharted The Lost Legacy. واو The Girl Power اینجا سازان و Uncharted The Lost Legacy. و یه واکتوری انجام دادم از این بازیه که متاسفانه پاکش کردم در کانال من، واسه اینکه کلن دوتایی بودش، یعنی یه نصف بازی بدون ویبکم و یه نصف بازی با ویبکم، گفتم مثلا کلن اینو پاک کنم و در آینده دوباره اینو بتونم بازی کنم دوباره. ولی Uncharted The Lost Legacy زیاد فرق نمی کنه با Uncharted The Thief's End، واسه اینکه همون انجینی که The Lost Thief's End درست کردن همون انجین هم The Lost Legacy رو درست کردن و بازی مکانیکی زیاد فرق نمی کنه. یه سی که متاسفانه نیستش در مثلا Walkthrough Uncharted The Thief's End این مال توفنگ سایلنتی هست که در بله این Thief's End یعنی The Lost Legacy هستش که کلوی داره که خود داری میتونی بزنی و راحت این آدم ها رو بکشی و ریلکس بری. یه سیم که هستش با این بازیه اینه که این اوپنیش زیادی اوپنه و میتونم هم معرفی بگه هم مثبته، یا هم معرفی هم مثبته از نظری که چجوری بازی میکنیم. من خودم شخصا دوست دارم مثلا برم توی جای خیلی تاریک و مثلا اونجا برم و مثلا کوریدور تا کوریدور برم و ببینم که چی خبره، نه اینکه برم دور بزنم دور جنگل و ببینم که کدوم مدل سنگ باشه. ولی با یکی از دلایلشم هستش که بازشم مثلا فرق میکنه که چقدر بازی کنی و اگه میخوای مثلا فقط بری دنبال داستانش یا فقط یا مثلا بری دنبال داستانش ولی همزمان هم بری سایت کوست ها رو انجام بدی که اونم خیلی جالبم هستش، یعنی جالبم هستش خیلی خوبم هست. زیاد خودم شخصا سایت کوست ها رو انجام ندادم وقتی این بازی رو بازی کردم، ولی از نظر من خیلی بازی خیلی قشنگیه. میگم کیفیتش با هر وقتی میخوای به اون بالا این استاتیو زنه رو ببینی و اصلا کلان یه استاتیو هست که میخوای اگه کار عوضی کنی این تبر زیرت میاد تو رو میکشه، نمیبینن که متاسفانه کلت قطع میشه خب نمیبینن، ولی اگه یه خراب کاری کنی کلان زیرت مردی اگه این پازل ها رو. من میخوام بگم یه که در بازی Uncharted Lost Legacy هستش که متاسفانه در Uncharted 3 و The Thief's End نیستش، این پازلاشه. میگم پازلاش کلن رفت دیگه از بازی شماره 3 و از میگم بازی شماره 3 یک کمی پازل داشتن، ولی نه اینکه مثل این The Thief's End مثل The Lost Legacy که یک کمی سخت باشه و مثلا به چپ و راست باید بری که تا بتونی مثلا این تبرها رو مثلا تو رو نزنند، یا این پازله که این مثلا این چیزها رو باید این طرف اون طرف کنی، مثلا این سایه مال سایه مال این ستچو ها بره رو دیوار و اینا. میگم این پازل ها خیلی سخت بود و یادمه که
یکی از این پازل ها نزدیک 2 ساعت واسه من طول کشید و ویدیو نزدیک 2 ساعت و نیم شد، ولی آخر هفته ادیتش کردم بیشتر 40 دقیقه بلند نشد، نیم ساعت بلند نشد، که خیلی هم سخت بودش از نظر من، خیلی جالب بود. ولی این آقا بعد در این بازی نمیدونم چی بگم آقا بعد در این بازی این ریچوی خیلی نمیدونم چی تعریف کنم، ولی یه جوری احساس داشتم که یه کار خیلی درستی خواست انجام بده، ولی همزمانم همه چی خراب شد و وسط بازی هم که این برادر نیتن اومد که کلن همه رو شوکه کردش، منو شوکه کرد و شما رو شوکه کرد و همه رو شوکه کرد در جهان، که گفتم اوکی الان نیتن دریک میاد، ولی نپ برادرش اومد و کلن گندش در اومد، که همزمانم که اینم هستش که همزمانم که نیدین و کلوی از بس با از رابطه نیتن داشتن، واسه اینکه هر تاشون با نیتن دوست بودن، یعنی نیدین از نیتن بعدش اومد و کلوی هم که هم میتونم بگم بعدش هم دوست داشتتش، مثلا در بازه شماره دومش که اول بازه شما دیدین که کلوی و نیتن با هم دیگه بودن و خیلی نزدیک بودن تا کلن زن نیتن بیاد و کلا همچی خراب کنه از نظر من. ولی به هر حال بازیش هم جالب بود، هم این کمدی هایی که درست در نیتن دریک و با گروه اونا بودن کم نداشتش، تازه از نظر من بیشتر بود، یعنی بیشتر خنده بودش که و بیشتر جالب بودش که این The Lost Legacy رو بازی کن آدم. شماره 8 Little Nightmares. Oh my god Little Nightmares یکی از نازترین ماهترین بازی های در جهان که امسال اومد بیرون، ولی همزمان هم خیلی نمیتونم بگم یه بازی خیلی ترسناک بود، ولی این الیمنت هایی که در این بازی داشتن ترسناک بود، مثلا این آقایی که پا نداشتش کلن تو رو دنبال میکرد و تو رو میخوردش و کلن تو این کشتی باشی همه. ولی یکمی جالبه که این بازیه یاد یه کارتونی میافتم که 2003 واسه یه DVD و VHS اومد بیرون و یادم اون زمان مادرم این ویدیو رو نخریدش، ولی به هر حال یه روزه تونست آدم بخردش، مثلا قرض بگیره و به تا تونست آدم این فیلم رو نگاه کنه، و یادمه که هر وقتی اون کارتون رو دیدم خیلی 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 شبیه این بازی بودش، میگم کلا خوکایی که در اون کارتون بودش خیلی یاد این هیولا، این مانسترهایی که در این بازی بود، مثلا این شف رمزی که میخوام اسمشو بذارم که همه رو در جا سلایس میکرد و بچه ها رو سلایس میکرد و کلا غذا رو سلایس میکرد که بتونه غذا درست کنه بقیه، و یا این زنه که آخر باس فایت هم میشد، آخر بازی می باس فایت انجام دادیم، زن ژاپنیه که خیلی خوشگل بود، نه ماسک داشتش، اینه این شخصیت در این کارتون نایتس آف سیدونیا، چه یادمون میافتم الان، ولی به هر حال کلن این بازی از بازی های مختلف از کارتون های مختلف آوردن که اصلا کلن من شوکه شدم. ولی یه چیزی که من نترسون، ولی یکی یه چیزی که واسه من جالب بود و فکرم بیشتر گیمرم جالب بود این بودش که این دختره خودش هم کلن اصلا حالش خوب نبودش، این دختره که بازی میکردی حالش خوب نبود، میگم موش خوردش و غذا خوردش، میگم بله گرسنه شدش مثلا تا چند بار در واکترو، ولی به هر حال همزمانم خیلی خیلی عجیب غریب بودش.
از نظر من واسه اینکه به یه موشو بخور بعد اینطوری یه صدا خیلی مثل دد اسپیس بیاره که مثلا اینو میخوره. و همزمان هم این سراوندینگش، یعنی این پویسار صحنه، آدم میدیدش و آدم خواست بپره بالا، آدم بیشتر دلش میریختش یا مثلا خواستش بیاد به این اتاق همین گیشه که همین باس فایت هم بودش که می جلوتر آخر بازی یکی می آدم میترسید. هر وقت این زنه این توی میخوندش و کل همزمان بعد می تیپ تاپ تیپ تاپ این توی میرفته بودی و اصلا خیلی ترسناک بود میگم. ولی به هر حال این بازی زیاد میگم از از من به بازی ترسناک مثل امنیجیا یا دید سپیس یا الین آیسولیشن یا بگم دیگه بازه دیگه بایوشوک یکی میتونم بگم مثل بایوشوک بودش، مثلا ترس مثل اون ترسناک بود واسه اینکه در از بایوشوک یک و دو و سه یا اینفینیت در از خواستش ترسناک باشه ولی بجاش رفت به فرست پرسن شوتر بجاش. و از نظر من ولی یه چیزی هم که خیلی هم جالب بود آخر بازی بودی شاید خواستی بودوی مثلا همزمان همه این آدم ها این یارو ها مثلا خوک شده بودن یا چی شده بودن مثلا همونتی داشتن میخوردن و میخوردن و آدم حال زیاد خوب نبودش ولی آدم یکی می حالش یه جوری میشدش هر وقتی اونجا رو بازی میکردش اون قسمت بازی رو بازی میکرد. ولی به هر حال این بازی خیلی جالب بود و آره دیگه به این بازی رو بازی کن از اون. شماره 7 Injustice 2. من نمیدونستم که این بازی رو در لیستم داشته باشم یا نداشته باشم ولی من میخوام اینو بگم من بیشتر این بازی رو بیشتر از 200 بازی نکردم و میدم یکی می عجیب غریبه میگم اوکی چرا این بازی رو میخوای در لیست داشته باشی واسه اینکه بازی کم داری تونستی ستار وارز رو بذاری بجاش ولی واو Injustice 2 میگم یه فقط چند 200 بازیش کردم و ستوری لاینش هم بازی نکردم. گفتم که بعد از که مورتال کمبت رو بازی کنم برم اون واک رو انجام بدم و این هم شدش که من رفتم به فارسی دوباره اینه برگشتم به فارسی و آره دیگه. ولی Injustice 2 میخوام بگم خیلی یکی بهترین کیفیت ها داره، یعنی اونایی که نیدرالمز که کلن مورتال کمبت رو درست کردن دوباره تونستن ددم یاند یه داستانی بهتر و یه بازی بهتر و یه بازی درستی که تا حالا اصلا درست نشده بودش. میگم تازه از من این بازی رو خریدم دیدم وو کیفیت این بازی بهتر از کیفیت در یوتیوب آدم میبینه، یعنی دو برابر بهتر بود، یعنی کلا من دهنم اینطوری اصلا واز باز من شوکه شدم وقتی رفتم این کوین و هارلن کوین کوین بازی کردم یا مثلا سوپر وومن رو بازی کردم و اینا. خیلی خیلی جالب بود و نمیتونم زیاد از بابت این بازی تعریف کنم واسه اینکه همون من بازی زیاد باز نکردم و داستانش هم زیاد باز نکردم ولی از نظر من این باید در لیست باشه. میدونم که داستانش بلندتر از Mortal Kombat X و یعنی یه کمی بلندتر ولی به هر حال ناره دیگه میگه بلندتر ولی بیم مگه نه ولی به هر حال از آن نمیدونم چی بگم از بابت این بازی قشنگ خوب و واو. شماره 6 Assassin's Creed Origins. Oh my god از آن Assassin's Creed Origins امسال اومد و همه رو شوکه کردش و بله میدم به همه بازی که امسال اومد گفتم همه رو شوکه کردش و اینا ولی این کیفیتی که در این بازی داره در بازی های مثلا Assassin's Creed قبلی ها نداشتن
مثل Assassin's Creed Origins یا چی میگم Assassin's Creed Origins Assassin's Creed مثلا Syndicate یا Assassin's Creed 3 یا Assassin's Creed 2 Assassin's Creed این Ezio Auditore Collection ها و اینا. میگم یک کار خیلی خیلی خوبه کردن Ubisoft که یک سال بیشتر بذارن واسه این بازی رو درست کنن و الان میدونیم چرا این بازی دو برابر کیفیتش بهتره و یکمی این بازی یونیتی میرسه. ولی نمیگم که بازی یونیتی و Assassin's Creed Origins مثلا هم خوبه، یعنی هم چی میگم سیم لیولن، ولی همزمان هم Assassin's Creed Origins میرسه به یونیتی. و اگر نمیدونستین یونیتی هم متاسفانه خیلی خراب کاری کردن و آخر نزده 2 میلیون پچ اومدن که آخر بازیش همونطور شد که خواستش بشه. ولی میخوام بگم بازی Assassin's Creed Unity با Assassin's Creed Origins یه کمی فرق میکنه. کاتسیناش Assassin's Creed Origins و Unity اگه مثلا کمپیر کنی مثلا بغل همدیگه بذاری میبینه آدم که یه کمی Unity یه کمی کیفیتش یه کمی بهتره، یه کمی خیلی کم. ولی شاید یک کمپریشن ویدیو انجام بدم نمیدم، ولی به هر حال ولی کیفیت مثلا کل بازی در Origins خیلی خوبه. مثلا آدم راه میره میبینه که کلان جای پاش هستش، یا مثلا میخواد به آبتنی کنه و کلان لباسش خیس میشه، یا چیزهایی که جایی گذاشتن این ایگلاس که کلان دنبالت میره و رفیقت هم هستش و میتونه از طریق این ایگله ببینی که خیلی هم جالبه، به جایی که دگمه مال سرکل باتن یا چین تریانگل رو بزنی که بتونی مثلا این ایگل ویژن رو ببینی مثل بازه قبلی، مثل بازه Assassin's Creed Syndicate و این Ezio اینا. ولی از نظر من بازه Assassin's Creed Origins خیلی قشنگه و همزمان هم یه کمی سخت‌تره از بازه قبلی. بگم این سیستم مال کمبتش خیلی فرق کرده، مثلا الان دیگه مثل بازه قبلی نیست یه دگمه رو بزنی برای داج کنی برای کلن بروت بزنیش، از الان دگمه رو عوض کردن و یکی می طول میکشی تا یاد بگیری که این سیستم چیه کار میکنه. ولی از نظر من سیستم قبلیش یه کمی بهتر بود که اتوماتیکی، مثلا اتوماتیکی که داج نکه ولی یه دگمه زدی داج میکردی، دگمه میزدی که گرفتی و کلن کشتتش یا زدتش یا یه کاری میکرد با یاروه که بره هوا یا چی میشد که تو Assassin's Creed Syndicate خیلی کمدی و جالب بودش بعضی وقتا بعضی جای بازی ها. ولی با کلن محبش در Assassin's Creed Origins خیلی بزرگه. خودم شخصا نرسیدم که کل مثلا مپش رو واز کنم واسه اینکه واپش رو کلا تمام کردم و اومدم به فارسی، ولی نمیخوام دوباره برگردم، میخوام دوباره برگردم به Assassin's Creed Origins ولی الان نه، واسه اینکه یکی از رفقامون داره Assassin's Creed Origins داره بازی میکنه و نمیخوام همزمان مثل اون بازی کنم واسه اینکه داره دیگه هر دوتا کانال یوتیوب باشه که یکی یه بازی کنه. یکمی میگم هم خوبه هم بده، ولی همزمانم به هر تایمون پرس میده که کی اول باشه کی زودتر بازی رو تمام کنه و این چیزا که زیاد از نظر من خوب نیستش در یوتیوب. واسه این گفتم Assassin's Creed Origins رو یکمی بذارم کنار تا شاید هم یه پچش بیاد یا مثلا پچ های جای بگیم دوباره یه سی پیدا کنن و پچ کنن و بعدش حتی همه پچ اومد دیگه ریلکس شد من بازی رو دوباره از اول بازی کنم. یکی میام شوکه شدم از بابات خونیشه. من خیلی دوست داشتم که خون باشه در بازی Assassin's Creed Origins یا یه بازی Assassin's Creed، واسه اینکه بازی Assassin's Creed از نظر من خونی هم باید باشه، واسه اینکه چاقو میزنی و کلن داری الان تبر میزنی و همه این چیزا هستی تو این بازی و خیلی خوشحالم که دوباره میبینم که خون دوباره برمیگرده در بازی که متاسفانه زیاد من آدم نتونست ببینه در بازی دومی اولیه یا اون بازی اولی Assassin's Creed. ولی واو یادش بخیر را نه یادش بخیر تا زیادم افتاد این بازی یکی بهترین بازی هست ولی شما
شماره توپ یک نیستش متاسفانه، و البته اومدم به شماره یک میگم چرا نیستش. ولی یادمه که بازه از سیکرید یک رو شروع کردن نشون بدن با این اولین از سیکریدی که تا حالا شروع شده بودش، یادمه که در کلاس بودم و دوستمونم تازه گفتش من پلی‌استیشن 3 خریده بودم اون زمان و خواستش این بازه بخره از سیکرید یک رو. ولی اینجاییم با سیکرید اورجینز. اورجینز رو بخرین از آن، یه بازه خیلی قشنگه. شماره 5، پری. بله پری، یه بازی که منو شوک کرد، ولی همزمانم یک بازی هاست که از نظر من یک سخت‌ترین بازی هاست. آدم باید فکر کنه، آدم باید بدونه که کجا میخواد بره اول و همه چی اصلا کلا پیدا کنه. میگم کیفیت این بازی خیلی قشنگه و همزمانم واسه اولین بار میری مثلا فضا رو میبینی، یاد بازی Dead Space میفتم. یعنی پری خیلی یاد بازی Dead Space میفتم، یا این سریاله که در نتفلیکس هستش The Knights of Sidonia که خیلی قشنگه. اگه نتفلیکس رو دارین و بریم اون نگاه کنه از آن، The Knights of Sidonia خونی و مالینه و خیلی هم کارتون خیلی جالبه خیلی. و همزمانم خیلی این بازی یاد Alien Isolation، Alien، فیلم های Alien و اصلا کل همه چی از با همه فیلم های از بابت مثلا فضا هستش یاد آدم میافتیم Star Trek و اینا. ولی Prey یه بازی که خیلی خیلی استراتژی هم آدم باید داشته باشه، مثلا کجا آدم باید بره و مثلا فشنگ داره واسه تفنگش که متاسفانه من نداشتم، واسه اینکه من از بازی اومدم که فرست پرسن شوتر اومدم و همیشه من ایش فشنگ داشتم در شوتگانم یا تفنگم و اینا. متاسفانه پری نمیگه که باید اون طرفی بری اگه میخوای کار رو درست کنی. مثلا اگه یک جای عوضی بری که اصلا فشنگ نداشته باشی و بری یه از این مانسترهایی که اصلا کلن اصلا نمیتونی بکشیش، دیگه باید کل بازی رو یا بری سیو همون سیو قبلی بازی رو سیو مثلا لود کنی و دوباره از اونجا شروع کنی. که این بازی هم یه جوری میکنه که مجبوری که سیو کنی، هر جا که میری هر جایی که میری اوتوماتیک سیو میکنی، ولی باید هم منوال سیو کنی. اگه کارو خراب کار کرده باشی باید بتونی برگردی و به جاش یه راه دیگه بری یا یه چیز دیگه پیدا کنی که بتونی دوباره برگردی همون جایی که تمام کردی اونو بکشی یا اون مثلا میشینو یا تسک رو کمپلیت کنی، که خیلی خیلی تو این بازی مهمه. که متاسفانه منم انقدر گیر کردم، یکی از دلایلش که پری اصلا تمام کردم واسه اینکه من همیشه بیشتر وقتا فقط یادم رفته بودش که بازی منوالی سیو کنم و نمیدونستم خواستم کجا برم، خواستم برم سمت راست یا سمت چپ، خواستم برم این طرف یا خواستم برم اون طرف. ولی بیشترهایی که با پی سی بازی کردم میدونم چیه، واسه اینکه بازی امنیجا اینطوری هستش و خیلی بازی های کامپیوتر هم اینطور هستش که آدم باید بیشتر فکر کنه. میگم زیاد از این بازی های فکری در فرست پرسن شوتر فکری نداریم در پلی استیشن 4 یا دستگاه، ولی بازی پری خیلی بازی قشنگیه، خیلی چیزا داره که مثل بازی کامپیوتری دارن که خیلی دوست داشتم یه زمانی اومده بود به پلی استیشن 4 با به بازی دستگاه که آخرام اومد که میتونه آدم همچی رو ورداره، راست میگه آدم میتونه آتاشقال هم ورداره، خیلی خوبه خیلی بازیش قشنگه واو. ولی بعض وقتا یه سه آدم عصبانی میشه این مال آپگریداشه که زیادی این مال این سر آدم پیدا نمیکنه و مجبوره که آره دیگه کلان استراتژی داشته باشه در این بازی.
شماره 4 Resident Evil 7 Biohazard. واو Resident Evil 7 Biohazard یک از بازی‌هایی بودش که من فکر کردم که خواستم بترسم ولی زیاد نترسیدم، ولی بازی Resident Evil 7 این بازی های مثلا Resident Evil 4 و یا Resident Evil 5 با کریس ریدفیلد و با شوا یا لیون کندی و اصلا این اون بازی نبودش. Resident Evil 7 First Person از بابت همین رندم مرد رندومی که دوست دخترش و زنش رو از دست داده بودش و از دست نداده ولی به هر حال گم شده و میخواد بره زنش رو پیدا کنه و دوست دخترش رو پیدا کنه و آره دیگه همه، ولی متاسفانه همچی بد پیش میره، مگه نه که همیشه هم بد پیش میره در Resident Evil. Oh my god، میگم کیفیت این بازی خیلی خیلی قشنگه و نمیخوام بگم این کیفیت بهترین کیفیت در 2017 است، واسه اینکه از نظر من بازی بهتر از Resident Evil اومده. بعدش میگم اون زمانی که این بازی اومدش مثلا اول 2017 بودش و گفتم اوکی نو پرابلم، میگم مشکل نداره، ولی به هر حال بعد از اون دیگه بازی بهتر اومده و قشنگتر اومده که اصلا یکی از دلایلشه که این شماره 4 الان در این لیستم از نظر من. ولی داستانش خیلی جالبه، میگم میریم آدم تو این خونه و آدم دور میزنه و این فامیل آدم آشنا با این فامیل آشنا میشه که کلان دیوانه است و اول بازی فکر میکنم که کلان فامیل دیوانه است، ولی بعدش یکی می آدم میره جلوه با جلوتر میبینه که این پسره بودش که کلان از اول دیوانه بوده و کلان فامیل رو دیوانه کردش و اینا رو زومبی کردن و کلان این زومبی کردن و دختر فامیله که هنزم زومبی نشده بودش خوشبختانه خواست به ما کمک کنه، من و کلا این شخصیتی که بازی میکنه و دوست دختر این مرده که خیلی جالب بود. و همزمانم این کشتیه که در این بازی هستش، در Resident Evil 7 هستش، خیلی شبیه کشتی هست که در Resident Evil Revelation هستش، یعنی همین مال کشتیه دیگه، مگه نه Obsidonia سیدونیا سیدونیا بود کشتیش شبیه به هر حال بریم اسمشه که می شبیه یادم افتاد که یوی اسم این کشتی که در Resident Evil Revelation هستش که می شبیه اسم همین کارتون هست در نتفلیکس که همین توپ چند توپ کدوم بازی گفتم، ولی به هر حال کدوم بازی گفتم که شبیه نصف سیدونیا هست، ولی خیلی کلن Resident Evil خیلی قشنگه. ولی یه چیزی هم که از نظر من کم داشتن و از من یکمی ناراحت کننده بود، یعنی هم خوب بود هم یکمی بد بود، این بود که مثلا تو بازی Resident Evil 5 یا بازی Resident Evil 4 ها وقتی یکی کشتی رندملی بعض وقتا فشنگ مثلا گذاشتن کنار واسه تو، مثلا گفتن گوربوند بره من قبل از بمیرم مثلا مردم این فشنگ واسه تو، و متاسفانه این Resident Evil 7 این کار نکردش، به جاش برگشتم به همون حالت ترسناکی و اگه فشنگ تمام شد دیگه تمام شد دیگه به من چه بازی این تو به تو گفتش به تو به من چه که فشنگ تمام شد بدون فشنگ باید بری جلو و یا باید بودوی فقط فرار که خیلی بازم کمدی بود و خیلی هم کمدی که نه ولی خیلی جالب بودش. و این باس فایت هایی که آدم گرفتش نمیگم که بهترش بود، ولی از اون قشنگترین باس فایتی که داشتم با باباش بود، اون زمانی که مثلا چشمای بزرگ شد مثلا این از این سپایدرمن یا چی میخوام بگم این از این سپایدرمن ها شده بودش یا این چی میگم از این فیش ها ماهی ها زیر دریایی ها از این چیز ها که خیلی بال بود، و ولی زیاد بازی سخت نبودش، میگم بازی زیاد سخت نبود
و زیادم ترسناک نبودش. میگم بله خیلی مثلا این بازی گفتن خیلی ترسناک و اینا، ولی از نظر من ترسناک ترین بازی که من بازی کردم نبودش. Alien Isolation ترسناک تر از Resident Evil 7 از نظر من. این نظر من از اون، نظر خودتون میسیر بگین که این ترسناک بود یا نه، ولی به هر حال بریم به بعدی. شماره 3، Horizon Zero Dawn. بله همین چند روز پیش یا چند وقت پیش DLC Horizon Zero Dawn اومدش که در برف و میشه به در برف با مونسترهای جدید و با اصلا کلن با رباتهای جدید بتونی کلن بزنی و منفردش کنی. ولی اون وقتی که من گذاشتم در Horizon Zero Dawn، یعنی بازی معمولیش، خیلی 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 قشنگه و میخوام بگم Horizon Zero Dawn یک بهترین قشنگترین بازی هاست که تا حالا اومد بیرون بعد از Resident Evil 7. و بله میتونم بگم کاتسین هاش هر وقت میخوای حرف بزنه آدم یک کمی عجیب غریبه، واسه اینکه بعض وقتا لیپ سینکینگش زیاد نمیخوره، ولی کیفیت بازی دم این Resident Evil 7 یک کمی پایین تر، ولی واسه اینکه یه اوپن ورده خیلی قشنگه. میگم بازیش بزرگه و آدم این زنه رو باز میکنه به نام الای که خیلی دوست داره بدونه که مادر با مادر چی شده. و ایسی خوبیشه که این بازیه هم اوپن ورده، یعنی هم آدم اوپن ورده میتونه آدم دور بزنه همینجا میخواد، ولی همزمان هم اینطوری نمیگه که اوکی مجبوری مثلا لیول 8 باشی یا این لیول باشی تا بتونی بری در این مثلا تومه یا تو این قاره که خوش یه بارم خودم انجام دادم بدون که فیلم برداری کنم و این هیولا رو اون تو قاره زدم و کشتمش بعد از 3 ساعت. 3 ساعت طول کشید اونو بکشم، ولی این بازی خیلی قشنگه، والا خیلی قشنگه. فقط دور بذار آدم بره هانت کنه، بره غذا بگیره، بتونه غذا انجام بده، بتونه این وپنهای جدید رو آپگرید کنه و خیلی خیلی خوبه. و نمیدونم دیگه چی بگم از بابت این بازی، واسه اینکه زیاد نیستش از این بازی تعریف کنم. من خواهم بگم این اوپنینگش که اول بازی آدم میگیره یکی میشبیه لایون کینگه. اگه کارتون لایون کینگ رو دیدین شما میدونین چی میگم. سیمبا نمیدونم سیمبا میره ما بن بیاو فوتو تا چینا اگه میخونه، ولی به هر حال او مای گاد. شماره 2، یه بازی که خیلی شوکه میشن ولی Mass Effect Andromeda. او مای گاد او مای گاد ادپت ازن یعنی بازی اصلا دیوانه هستی، تو کلن دیوانه هستی، میری Mass Effect رو شماره 2 میذاری. نه چرا Mass Effect Andromeda رو شماره 2 میذاری؟ چرا 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 ریلکس میخوام بگم چرا. Oh my god, oh my god. بله Mass Effect Andromeda متاسفانه خیلی چیزای مثلا اول لانچ خیلی خیلی بد پیش رفتش، مثلا آپدیت و کلن این مال گلیچ هایی که داشتش و این استرسی که اینایی که این بازی رو درست کردن داشتن، واسه اینکه دوست داشتن که سر این بازی رو بیارن بیرون با این استرسی با این ددلاینی که داشتن زیاد وقت نکردن که بازی رو خوب درست کنن و متاسفانه آخرش هم کلن بیشترشون هم بیکار شدن اون در اون گروهی که این بازی رو درست کردن. و از نظر من Mass Effect یکی از دلایلش که شماره 2ه اینه که نظر شخصی منه، واسه اینکه خودم خیلی از این بازی خیلی عجیب غریب دوست دارم، نمیدونم چرا، ولی به جایی که برم به گرافیک، به جایی که برم به کیفیت بازی و بله بازی گلیچ داشتش و بعضی جاش، ولی هر وقت من شروع کردم بازی کنم بیشتر پچه اومدن و فکرم یه دونه مونده به آخر بودش، هر وقت من خریده بودمش Mass Effect Andromeda رو
که بعدش هم دیگه آخرین پچ هم اومد و دیگه همه بازی رو درست کردن دیگه، یعنی کلن این مال سوالاشون رو و مثلا این مال کلن ناراحت بودن این شپرد و از این چیزا. ولی Mass Effect Andromeda چرا شماره دوه؟ اینه که همه که گفتم نظر شخصی من، این بازی خیلی قشنگه. بله میدم کیفیت شاید بد باشه، حتی گلیچ باشه و بیشتر مردمایی که هستن خیلی منفی فکر میکنن. مثلا همیشه اولین مثلا همین هم هستش، مثلا اولین با یه یاروی میبینی شما از این یارو چی فکر میکنی؟ مثلا اولین بار من راستک میبینیم شما از آن چی فکر میکنیم؟ شما میگه اوکی یه پسر اینطوری، یا یه مثلا یه مثال میتونم بگم، مثلا یه دختر فلج ببینی و کلم مثلا میخوایم به این دیت برم، مثلا میفهمین در دیت که این دختر فلجه، شما میخواین چی بگین؟ شما چی فکر میکنین؟ تو بازی هم همینطور، مثلا اوکی بازی گلیچ داره و همه فکر میکنن که هنوز بدترین بازی در جهانه Mass Effect Andromeda بعد از پچ و اینا، هم مثل همین هم مثل بازی Battlefield و Battlefield 4 و الان هم با Battlefront 2 که متاسفانه خیلی از بابت لوت باکسیس گیر میدن. First impression همیشه خیلی مهمه، ولی همزمان هم آدم با یاد بگیره که First impression بازی مهم نیستش، واسه اینکه اونایی که درست کردن خیلی وقت گذاشتن واسه این بازی و بله ددلاین دارن، ولی همزمان هم خیلی استرس دارن و خیلی مغزا 100% یا کلن 100% کار میکنن و نمیرسن مگه نه که همه کلیچه رو انجام بدن و با این بازی بزرگ. ولی اون تو اون حدی که من این بازی رو بازی کردم خیلی قشنگ بود و خیلی هم قشنگ هستش. و مثلا رفتیم تو این قاره که فکر نکنم اینا رو ضبط کردم، فکرم ضبط کردم، ولی مثل بازی قبلی و مثلا مثل بازی Assassin's Creed Origins اونجا ضبط کردم ولی آپلود نکردم به یوتیوب، که رفتم تو این قاره و بعد یوی زیرش این یه شهر دیگه بودش. و من میخوام اینو بگم، این بازی مثل Mass Effect Andromeda و از 3-4 برم گفتم Mass Effect Andromeda Prey و این بازی فضایی خیلی یاد بازی مثلا کارتون Knights of Cydonia میافتم. و اگه اون سریال ندیدین بهم ببینین، نمیدونم چه من این دوستم Knights of Cydonia رو ببینم، عاشق اون کارتونم، یکی از شاید دلاش باشه. ولی به هر حال Mass Effect Andromeda یکی بهترین بازی هست و قشنگ، یکی قشنگ هم هستش. و یه چیز هم داره اینه که داستانش خیلی اینترستینگ هم میگم. بله زیاد مثلا اول بازی و بابات میمیره و کلا این یاروه با این ماسک میاد و عصبانیه مثل The Evil Within و میخواد کلا دنبال تو بره. و یکی دلاش میگم Knights of Cydonia خیلی یاد از این چیزا میافتم، این هیولایی که در Knights of Cydonia هستش که دنبال تو میاد و همزمان هم اینایی که میخوان تو رو بکشن دنبال تو هم میان دیگه آخر. ولی به هر حال از آن بله شوکه شدیم مدینه، میدم شوکه شدیم، منم شوکه شدم، خودم شوکه شدم. Hellblade یکی از بهترین بازی ها. و یک چرا من اینو توپ یک گذاشتم اینه که این بازی داستان میخواد بیاره بیرون. این بازی که شما شاید بازی کردین و دیدین در کانال بنده، این واکتو به انگلیسی انجام دادم مگه نه؟ ولی من فکر کنم دوباره این واکتوش رو انجام بدم به فارسی در آینده، یعنی 2018. ولی Hellblade خیلی بازی قشنگی و همزمان هم یه چیزی میخواد به شما بگه، یه چیزی میخواد به اونایی که بازی میکنه بگه، نه فقط مثل بیشتر بازی ها مثلا مثل این
والا این دیوونه ها که اصلا باز نکردن، میگن بازی خیلی چیز منفیه و بازی خیلی چیز مثلا مثل دیترویت بین هیومن، مثلا بچه رو میزنه و بچه رو میکشه و اینا. و یه چیزی از نظر من، نظر شخصی من، بازی میخواد چیزی به شما بگه و هل بلید مستقیم به شما یه چیزی میگه و تعریف میکنه. و اونا هم هستش که این مدل مرضی رو دارن، مثلا سایکوسیس اسمه چیه، این مرضیه مثلا که آدم صدا میشنوه، آدم چیزایی میشنوه دور و برش، آدم چیزایی میبینه که اونجا نیستش. و یه چیزی این مرضی هم یه چیزی خیلی خیلی میگم زیاد مردم ها نداره، ولی اون مردم هایی که دارن خیلی سختی میکشن در زندگیشون واسه اینکه از بابت این مرضی. و میگم گیم پلیش خیلی قشنگه و یکم جالب بود که بوس فایتش زیاد سخت نبود. بله اولین بوس فایت سخت بود، ولی بعد شب آدم یاد گرفتش مثلا چجوری این کنترل دستگیره و دوگما کار میکنن، دیگه راحت تر شدش. میگم آخرین بوس فایتش حتی خواستم انجام بدم و بازش کنم، خیلی راحت نیستم انجامش بدم و دیگه تمام شد رفت. ولی همون که گفتم، هل بلید یه سی میخواد واسه تعریف کنه، یه سی میخواد بهت بگه که یه سی یاد بگیری. و متاسفانه این بازی نه، ولی بازی های دیگه خیلی از اونایی که باز نمی کنن خیلی سر بد شنیدن و سر بد میگه از بابت بازی. و اینو باید بدونی، بازی همیشه چیز بد نیستش. میگم مثل بازی هل بلید یا دیترویت بین هیومن، مثلا بچه رو میزنه یا بابایی که بچهش رو میزنه یه چیزی میخواد تعریف کنه واسه ما. این بازی ها، بعض بازی ها میخواد یه به آدم تعریف کنه، مثل بازی Uncharted، مثل بازی The Last of Us، مثل بازی مثلا یه هایدن مسیجی دارن، یه مثلا یه چیزی دارن پویسر بازی است، ولی با آدم خودش بنده که داستانش و اصلا چی مسیجی میخواد بده به بهت. بازی از بابت نه فقط که مثل Call of Duty فقط به دور بزنی یا مثل GTA 5 به هم دیگه یه fuck you داد بزنی، با fuck ass fuck you motherfucker mother از این چیزا. و اینکه متاسفانه در GTA 5 اینطوریه و بازی مثلا اونلاینی Call of Duty و اینا. ولی همزمان هم بازی هایی که داستان دارن مثل هل بلید و مثل Mass Effect Andromeda، همین بازی هایی سی میخوام بگم. مثلا بازی داره بزرگتر میشه هر سال و خیلی هم خوشحالم که تازه هم مدرسه هم دارن مال بازی ها هم دارن میرن تو مدرسه هاشون، مثل Assassin's Creed Origins که مال ایجیپت و اینا، که بتونن مثلا مردم های مثلا بچه ها در مدرسه از بابت ایجیپت یاد بگیرن از طریق این بازی ها، که خیلی چیز خوبیه. یا مثلا والا، یا مثلا در آینده شاید میخوای مثلا راننده مسابقه بشی که الان هستش، مثل Project Cars، مثل Gran Turismo، میتونی بری از طریق اینترنت بشینی و از طریق صندلیت راننده مسابقه بشی، راننده ریس درایور بشی، به جایی که برین از 60,000 تا 50,000 تا و یا 6,000 دلار یا 7,000 دلار یا 100,000 دلار بدی واسه بی لایسنس و از این چیزا. ولی نمیدونم چند دلار اونجا، ولی به هر حال این مسئله میگم. ولی بعد از آن میخوام بگم سالتون مبارک و 2018 هم خوب باشه. و بله به نوبت کمیم الان. او مای گاد، اینم توپ در بودش از آن از امسال. و دوباره یه بار دیگه هم میرم. شماره 10 پروژه کارز 2، شماره 9 Uncharted The Lost Legacy، شماره 8 Little Nightmares، شماره 7 Injustice 2، شماره 6 Assassin's Creed Origins، شماره 5 Prey، شماره 4 Resident Evil 7 Biohazard، شماره 3 Horizon Zero Dawn، شماره 2 Mass Effect Andromeda و شماره 1 Hellblade. بله از آن یه سال خوبی داشته باشین در 2018 و
بعد دوباره همدیگه در 2018 میبینیم. خوب باشین، خوش باشین، دنی بازی اوت. دم چه بازی باشه امسال. سال خوبی داشته باشین و نوشابه هم بخورین. نوشابه خیلی مهمه در سال نو. خوب باشین، خوش باشین.